چند تا بگیر تو اون لحظه های حسابی ازش عکس بگیر. جناب سرمان، شنیدم که شما اون قاچاقچی رو دستگیر کردید. بله همینطوره. فکر میکنی نتیجه محاکمه چی بشه؟ آرزو میکنم اونو بفرستنش بالای دار. جناب سرمان، آیا اعدام یک آدم اینقدر شما رو راضی میکنه؟ اینجا صحبت یک آدم نیست، صحبت از یک قاچاقچیه. یک قاچاقچی با یک آدم فرق میکنه. یک قاچاقچی حیوان متعفنیه که اگر نابودش نکنی دنیایی رو به لجن میکشونه. بگیر همینجا بشین. میشه چند تا سوال ازت بکنم؟ نشنفتی چی گفتم؟ گورتو گم کن. دو کلمه میشه با شرط بزنم؟ درست شد. چطوری؟ 500,000 تومان دادیم. از کجا؟ ماشینو فروختم با خونت. زن و بچه هم چی؟ یه اتاق تو خونه یه غلام نون واسشون گرفتم. فکر اونا نباش. فعلا خودت باز از زیر دار در میرفتی. چه فوری حکم دادم. پاشو بریم تو. وقتی بیام بیرون یه خونه بزرگتر براتون میخرم. پسرم کجاست؟ مدرسه. اینجور جاها مناسب زنها نیست. هوای اونو داشته باش. Thank you.
آقای منشی حکم را بخوان. توجه به علل مخففه فوق، متهم نام برده به 5 سال حبس تعدیبی محکوم میگردد. تبریک میگم، واقعا تبریک میگم. ختم دادرسی اعلام میشود. یکس بگیر، از افسرم بگیر. نظر شما چیه جناب سروان؟ فکر میکنی حکم دادگاه منصفانه بود؟ من نمیدونم تو چی کار کردی و چه جوری خلاص شدی، اما دفعه دیگه مطمئن باش من مهلتت نمیدم که بتونی به 1000 جور بامبول زنده بمونی. دفعه دیگه خودم میگیرمت، خودم محاکمت میکنم، خودم هم اعدامت میکنم. به مناسبت خوشرفتاری اشخاص زیر مشمول عفو سالیانه می‌گردند: حسن محسنی، برادری پژمرده، تقی غلامزاده، زینال بندری. قربان، ما اونا رو نگرفتیم که یه استراحتی توی زندان بکنن و تجربه های همو با هم کامل کنن، بعد با 4 تا عف دوباره برن تو جامعه. اونا یه مش قاچاقچیان، یه مش قاتلن. اون آخری، اون زینال بندری با رشوه از پای اعدام فرار کرده، حالا هم با 2 تا عف داره میره سر کارش. آخه ما اینجا چی کاره ایم؟ ما داریم به کجا میریم؟ من برای نهار، اما تو رو نمیدونم. قربان، اون زینال بندری، اون این روزا چی شده ستوان؟ آهنگ بندری، رقص بندری، آواز بندری، این آخر سرم زینال بندری. میترسم اگه دیر برسم زخم معده‌ام بشه زخم معده بندری. بگو
چیه؟ ببینم دستاتو. واسه چی؟ ببینم. خب بیا. رختای مردم رو میشستی؟ آره؟ میرفتم منزل مردم بالای شهر، هیچکی نفهمید. خیالت راحت باشه، همه خیال میکردن من میرم پرستاری تو مریض خونه ها. من آبروتو نبردم. تو چه زجری کشیدی زن. از امروز دیگه نمیذارم دست به سیاه و سفید بزنی. کاری میکنم که هرچی بخوای لب تر کنی برات فراهم بشه. همه چی درست میشه بگم، همه چی درست میشه. کافیه. زینال بندری سه شنبه 14 هم مقدار زیادی تریاک از مرز زاهدان رد میکنه. طبق اطلاعی که به من رسیده خودش هم همراه محمول است. میخوام سر به زنگا دستگیرش کنی با تمام جنسا. پس ما شدیم یه سگ که روباه نشونمون میدن، دنبالش میدویم، خستش میکنیم. بعدم بله قربان. خب فهمیدم، 14 مرز زاهدان. سرانگوش مأمور طرح، شما هم رئیس عملیات. شما باید طبق گفته رئیس کل زینال بندری رو سالم تحویل بدین. افرادت بگو آماده بشن صدخان. بله قربان. موفق باشی صدخان. یادت هست که باید زنده دستگیر بشه. بله قربان. افراد سرباز هاشون، بقیه سوارشن بریم دروازه ورودی. Thank you.
جنازه سرباز اکبری رو بیارین پایین. دیدین؟ قیمت زنده موندن اون قاچاقچی رو یکی از سربازا داد. سرباز اکبری. قربان. سطفان هرچی ازت میپرسم جواب بده، که اگه لب باز نکنی به خود خدا مغزتو میریزم بیرون. مثل موش منو گذاشتی وسطت. آره مثل مور و ملخ جاندارم و توفنگچی دور برمونو گرفته بودن. پس چرا رئیس پاسکا تو جریان نبود آقای فرماندار؟ بذار برای توضیح چی رو توضیح بدیم؟ مگه بابتش از ما پول نگرفته بودی؟ قضیه از مرکز لو رفته. پای رئیس شهربانی کل تو جریانه. خود رئیس شهربانی کل پشت قضیه است. نمیدونم چه خبره، اما از مرکز دنبالتن. همین الانم بعید نیست رد پاتو تا اینجا گرفته باشن. نباید میومدی اینجا. حالا هم اگه نتونی فرار کنی کار هر دومون ساخته است. تو بگو دفعه دیگه صحبت توبی خود درجه گرفتن به خاطر تندروی نیست. تو زندگی تو رو این حماقت گذاشتی. اما زندگی اونم گرفتم با نقض دستور. این دفعه رو من از سرباز اکبری دستور گرفتم. قربان ایشون بازداش هستن. بیسیم بزنین تقاضای آمبولانس، دکتر، بلیت هواپیما برای حرکت به تهران فوری. ساعت مچی یک عدد. ایچی اکسیژن. ضربان قلب ضعیف. ببریدش اتاق آی سی یو. فرمیتون. بیمارستان شهربانی دو هفته بعد. بفرمید بابا.
همینجا باش. چشم بابا. من حال بازجویی ندارم. من برای یک گفتگوی دوستانه اومدم. میدونی که این دفعه دیگه کار تمومه؟ سیب زمینی. میخوای نجات پیدا کنی؟ میخوای؟ قیمتش؟ به جاش میتونی برای ما کار کنی. ما میخواییم با کمک و اطلاعات و تجربه های تو ریشه تریاکو بکنیم. واسه چی؟ برای یک دست شدن بازار. یعنی حالا بازار دو دسته؟ صد دسته. پر قاچاقچی ریز و درشته. ما میخواییم اونا از بین برن. فقط ما این وسط میمونیم. آوردن جنس و وارد کردنش از ما، بعدش توزیع داخلی از تو. ما؟ یعنی کی؟ ما یعنی سلسله جبال البرز. اول کار یه شریکی داشتم به اسم محمد فینگری. شبا بغل تنور نونوایی میخوابید. بعدش با غلام آبادانی شریک شدم. سرمایه‌اش یه وانت بود. شریک بعدیم زبیح منصور بود. تو تئاتر کار میکرد. من همه جور شریکی داشتم. الا شریک دولتی. ما با هم شریک نیستیم. پس سهم من چیه؟ زنده موندنه که داری پیش میگیری. برای صحبت در مورد جزئیات فردا میام پیشت. تکلیف اون افسره چی میشه؟ عالیه پسر. پیشرفتت فوق‌العاده بوده. ببینم قیمت درجه‌ای که از دست دادی، ستارهات که از رو دوشت پریدن، زندونی که میکشی، چی بوده ستوان؟ اون قاچاقچی دیگه زنده نیست. زنده نیست تا دوباره شروع کنه. همین؟ بله قربان، برای من زیادم هست. ولی ستوان، ما اون مردو زنده میخواستیم تا با کمک اون ریشه بقیهشونو بکنیم. بعد کسی رو انتخاب کرده بودیم، اون همکاری نمیکرد. تو مطمئنی؟ بله قربان. پس بی خودی مطمئن نباش ستوان، اون حاضر همکاری بکنه. راستی یادم رفته بود بهت بگم، اون از زخم گلوله ها جون به در برده، الان زنده است. امیدوارم اینطور نباشه قربان، برای اینکه مجبورم دوباره بکشمش. بشین ستوان، اون زنده است یک، و زنده باید بمونه دو. با ما هم همکاری میکنه سه، و تو هم برای اینکه از زندون بیای بیرون و درجاتو به دست بیاری با اون همکاری میکنی چهار، تو و اون. ولی قربان. تو باش ستوان، میگم همکار آیندت بیاد با هم آشنا بشین. بفرمایید. ولی من به این سجون چهار تا گلوله زدم. پنج تا. دو تا به دست چپ، یکی به سینه راست، یکی به شونه چپ، یکی هم توی دیوار. من سجون نیستم سرکار. تو تیر اندازید خوب نیست. تو نه، شما نمیخواد با من صمیمی بشی. نیستم. و بدون گلوله شیشومی را این دفعه فقط توی قلبت میزنم. میدونم. این بازی چیه با اینا را انداختی؟ بازی نیست، یه قرارداده. قرارداد؟ آره، من زنده میمونم، تو و رئیستم قاچاقچی ها رو میگیرین. گفتم به من نگو تو. یه پاکت سیگار توی جیبم هست، ورش دار. بمب نیست، سیگاره.
یکیشو بذار گوشه لبم. یک کبریت بزن. خیال میکنی چون دست ندارم سیگارو ترک میکنم؟ روشنش کن. اول از اونایی که خودم رو لو دادن شروع میکنم. ولی من نگفتم که با تو همکاری میکنم. اولا تو نیست و شماست. اگه تو تویی منم تو. ولی اگه شما شمایی بنابراین منم شما. برای یادآوری این یک. و دو؟ اگرم میخوای مجبور نباشی دائم سیگارم آتیش بزنی باید کمکم کنی تا دستان را بیفته. یادت باشه تا سوال نکردن جواب نده. من دلم میخواست مصاحبه احمدو میدیدم. منظورم جناب سروانه. شاید با هم دیدیم. ظاهرن باهاش خیلی صمیمی شدیم. ما قاچاقچی ها تو خودمون قانون داریم. خب ماده اول دنیا پر نامرده. دوم جز خودت کسی رو دوست نداشته باش. سوم برادرت اولین دشمن توه، رفیقت دوم. آقای تولو به همراهشم قربان. تعظیم عرض کردم حضرت اشرف. حالت چطوره تولو؟ بیا جلو. دارم این خیمه شب بازی رو تماشا میکنم. پس این چیز کجاست؟ خدمتتونه قربان. امشب در میز گرد ما دعوتی داریم از آقایان وزیر کشور، رئیس شهربانی، رئیس آبین و رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر. جناب آقای وزیر کشور، قبل از هر چیز از مسخره است. واقعا مسخره است. از فردا میخواییم کارا شروع کنیم. الان زمینه مناسبه. تریاک گرونه و کمیاب. تریاک الان قیمت طلا رو داره. ولی شما تریاک نمیفروشید. این کار خورده پاها و احمقاست. پس ما قراره چی بفروشیم قربان؟ شما چیزی رو میفروشید که قیمتش از بریلیان بالاتره. هروئین. ولی این غیر ممکنه. آقای زینار تا سوال نکرد. بذار حرفشو بزنه دولو. خب چی غیر ممکنه؟ فروختن هروئین قربان. شما الان 2000 کیلو تریاک بدین دست من
سفیده نزده آبش میکنم، اما هروینو دریغ از یک مشتری. حل میشه جوون، قسمت روابط اجتماعی روش کار کرده. فعلا بین نویسندگان، هنرمندان، آرتیست های سینما بهترین موقعیت رو داره. وظیفه شما اینه که قسمت پخش که دولو و شما ادارش میکنید دارای تشکیلات منظم، منسجم و فعالی باشه تا بتونه در روز حداقل 8 میلیون معتاد رو در سرتاسر مملکت تقضیه کنه. ولی قربان، مگه کل آدمای 30 سال به بالا این مملکت 8 میلیون نیستن؟ ما زمینه بازار تریاکو داریم، میدونیم. ولی مال هروئینو ندارید، درسته؟ اگر روی آدمهای بالای 30 سال حساب کنید 3 میلیون هم نمیشن. بله قربان. ولی اگر روی 14 سال به بالا حساب کنید اون وقت به 10 میلیون هم میرسه. ولی آقای زینال گفتم که حرف تو بزن مرد جوان. ولی چی؟ ولی یه 14 ساله هنوز یه بچه هست. یه بچه وقتی بابت جنسی پول بده یه مشتریه، و یه فروشنده یه حسابی فقط به پول مشتری نگاه میکنه، نه به سنش. مگه خونه نمیری؟ میخوام یه کم پیاده برم. شما جناب سروان ممکنه از مسائل این مدت مبارزه بی امان که گویا شخصا مسئول بودین حرف بزنید. والا من فقط نمایندگی کسانی رو دارم که روز و شب با صداقت در امر کشف شبکه‌های قاچاق فعالیت کردم. پرسنل درجه دارا و مامورای اداره مبارزه با مواد مخدر و یه آدم دیگه که از سیاهی بیرون اومد و ما رو در این مبارزه یاری داد. شاید امشب حق اون باشه که اینجا باشه، و حق اون بود تمام این مرحمت ها و تشویق ها و قربون قدمتون، خجالتمون دارید آقا زینال. خیلی متشکرم قربون تو، خیلی متشکرم. با ما رو خجالت دارید. این مقابل شما رو نداره آقا زینال، از من قبول. خواهش میکنم. قربون شما، مرحمت دارید. از تو هم ممنونم جناب سروان. به دستخوش خوبی دادن ها، نمایشگاه، خونه، ماشین. ببینم کار کردن برای دولت چطوره.
جناب سربان، چند دقیقه وقت تو به من میدی؟ یه کار مهمیه. هنر عکاسی تو میخوای بهم نشون بدی؟ بله، اما با اون عکسا. با اینا. عکس از کجاست؟ باور کردنی نیست. برای منم اول اینطور. چی شد؟ چی شد که فهمیدی؟ چند تا تصادف. یه روز خونه مدیر عامل یکی از بانک‌ها دعوت بودم. دکتر اومد معاینه کرد، منم بودم. متاسفانه به علت زیادی مصرف مواد مخدره. بار دوم این جمله رو تو خیابون سیروس شنیدم. متاسفانه به علت مصرف زیادی مواد مخدره. حالا با دیدن این صحنه ها و اون مصاحبه های تلویزیونی میشه بگیم موضوع چیه جناب سروان؟ پس کی میدونه قربان؟ تو این اداره درندهش کی هست بدون چی داره میگذره؟ از کی باید بپرسم؟ نمیدونم. از کی؟ تمام دلخوشی من این بود که یک کاری کردیم، یک کاری که بشه باش ادعا کرد جس گرفت دلخوش بود. خیالتون این کار آسون بود؟ خیالتون صبح به صبح را می افتادیم خونه قاچاقچی و ازشون خواهش می کردیم بیان با ادب جلوی جوخه اعدام بیستن؟ صحبت مرگ و زندگی بود قربان. 10 دفعه بروم آتیش کردن. حالا چی عوض شده؟ هیچی. تریاک رفته هیروین اومده. وظیفه ما چیه؟ سکوت؟ اگه شما اینطور فکر میکنید، من اهلش نیستم. من وجدانن نمیتونم در این باره سکوت بکنم. سلام تیمسار. به مرمتتون تیمسار. بله، مطلب مهمی. گزارش هایی داریم که پخش و توزیع هروئین و اعتیاد به اون در سطح وسیع در شهر گسترش پیدا کرده. میخوام اجازه بدین یک شعبه ویژه به منظور گسترش مبارزه با مواد مخدر و هروئین تشکیل بشه. راجع به این مورد جناب سرهنگ فعلا هیچ اقدامی نکنین. من دستورهایی دارم و به شما ابلاغ کردم. شما به هر آدم کله خرابی که سرش واسه آرتیست بازی درد میکنه ابلاغ کنین. بخش ویژه‌ای وجود نداره. بازیمون دادن زینال، بازیمون دادن. کیو؟ منو، تو رو، آگاهی رو، شهربانی رو، همه رو بازی دادن. کیا؟
نمیدونم. قاچاقچیای اصلی، اونا که پشت جریان بودن، اونا که دستشون نه برای تو رو بود نه برای من. اون همه تلاش، اون همه اعدام، نتیجهش تریاک رفته هروئین اومده، داره بیداد میکنه زینال. همون موقع هروئین بود، همون الان هم تریاک هست. آره، اما این آسون شده با اون سخت. قضیه فقط همینه. منو باش که دلمو به جفت ستاره خوش کردم، رفتم شعبه سرقت‌های مسلحانه. مسخره است. نمیدونم خدایا چطور تو این همه مدت ما متوجه نشده بودیم. خب حالا ما مثلا متوجه شدیم. که چی؟ دوباره از نو پسر، دوباره شروع میکنیم. اون ما رو تا افعی نشده باید کمر شکنش کرد. دوباره ما میفتیم به جونشون دونه بدونه، از خورده فروش تا عمده فروش تا اصل کاریاشون. من و تو دوباره. من نیستم دیگه احمد. من نمیتونم احمد، نمیتونم. میفهمم. من دیگه نمیخوام که. آره میفهمم. خب انگار اجباراً من باید تنها کارمو شروع کنم. سلام. جناب سروان، والا به خدا من نمیدونم. حالا پیش از این که گردنتو بشکنم یک کلمه بگو. کی وسط جنس میاره؟ خیلی وقت همو ندیدیم. هیچ لزومی نداشته جناب سروان. من دیگه یه آدم آبرودار هستم، خودت که میبینی. ساکتو باز کن ببینم. لباسای ورزشیه. بازش کن. چشم. زالو صفت، این چیه؟ جناب سروان، اگه چشمت سالم باشه باید خوب ببینه که اسلحه از زامن بیرونه. میبینه جناب سروان. اگرم دلت میخواد چشمت سالم بمونه بی تعارف، هرچی بهت میگم فقط یک کلمه میگی
چشم. چشم جناب سروان. چشم جناب سروان. حالا گوشتو واز کن. تو هم آبروی هرچی مرد بردی ای نانجیب. باید حرف بزنم غیرت. بذار باید حرف بزنم. دست تو بده من خوش. دسته تو بکش. تو هیچی ندار، حق نداری به من دست بزنی. بهت گفته بودم که اگه مجبور بشم صاف این دفعه میزنم تو قلبت. کاش 3 سال پیش همین کارو کرده بودم. تمومش کن، تمومش کن. برو بیرون، جار بزن ریشه اعتیادو کندی. نه، میگم تنش انداختم. تو غلط میکنی لامصب. من برگ این درختم نیستم. قضیه فقط یه برگه. تو بندازش لامصب. معطل چی هستی؟ خیالت همه چی درست میشه؟ ای بدبخت، کسی که اون بالاست، کسی که سر نخ دستشه، اونقدر اون بالاست که نگاش بخوای بکنی کلات رو زمینه. میخوای منو بکشی؟ کاش. نامرد آخ میگن، اما بعدش بذار از اینجا برو، چون دیگه زنده موندنت مزاحمشونه. منو بکش، برو احمد. اما تو رو خدا برو، تو رو خدا برو، که اگه نری زنده نمیذارنت. راحتم کن، برو. اونا کیان؟ تو دیوونه ای؟ اونا کیان؟ دیوانه ای؟ من باید بدونم. میکشنت احمد، از اینجا برو، میکشنت. باشه حرف نزن مرد، اما به اربابات پیغام منو برسون. بگو واسه رسوا کردنشون تشتی رو از پشت بوم میندازم پایین که صداش تا اونور دنیام بره. اما تو دیگه لیاقت مردنم نداری. دولت واسه این گلوله ها پول داده، دونه ای 70 تومن.
اما واسه کشتن سگا سم میخره کیلوی 2 تومن. تو لایق دومیشی نه اولیش. به تبریک میگم سروان، این حکم ریاست آگاهی اصفهانه. بیا. نمیخوای بخونیش؟ نه خیر قربان. نه؟ من جایی نمیرم قربان. میدونی یعنی چی؟ یعنی تمرد، یعنی دادگاه نظامی، محکومیت، همه اینا رو من از حفظم قربان. منو تهدید نکنین، من هنوز تهران کارم تموم نشده. تاریخ دادگاه نظامی رو هم بعدن بهم ابلاغ کنین قربان. بفرمایید. خودم هستم. یادت ازم پرسیدی قضیه چیه؟ خب من دارم تقریبا میفهمم موضوع چیه، فقط تو بگو جرأت نوشتنشو داری یا نه. پس تا 1 ساعت دیگه بیا خیابون پشت تلویزیون. ممنوعه خانم پرستار، من خبرنگار تلویزیون هستم. برای همه ممنوعه. زار شد آقا زینا، در وا نکنم. نه آخه همینجوری که نمیشه آقا زینار. همسایه‌ها چی خیال میکنن؟ مشتری‌ها چی میگن؟ چه میدونم چی میگن؟ یه کاغذ بنویس بذار پشت شیشه که به مناسبت فوت والد نمایشگاه تعطیل است. آها این بد نیست آقا زینار. اما شما که والده ندارین آقا زینار. منم همینو میگم دیگه کرخر. گفتم فوت والده، نگفتم که عروسی ننم. چش الان می نویسم، الان می نویسم. زودتر بنویس بذار پشت شیشه. چش در رو بکن. این چه ننه یه که هنو نمورده زنده شد. بله اگه ماشین میخوای نمایشگاه تعطیله. نه ماشین نمیخوام. خب امروز صبح جلوی چشم من یک مرد مثل یک گنجیشک لهش کردن، الان تو بیمارستان شهربانیه، نمیدونم که میمونه یا میمیره. بعد؟ وقتی هنوز به هوش بود من بالای سرش بودم، ازم خواست که پیغامی رو به تو برسونم. به من؟ به زینار بندری. خب گفت بهت بگم که تو لایق دومیشم نیستی.
خب پیغام تو رسوندی، بزن به چک. پس اونا دست به کار شدن، به تو نکشنش دستوردار نیستن. لعنتی، حتی تو مریض خونم ممکنه بکشنش. قاسم؟ بله آزنا. تو فکر میکنی بشه یه مریض از مریض خونه دزدید برد خونه؟ بیا ببخشید، این افسری که تصادف کرده کدوم اتاقه؟ اتاق تهران. متشکرم. بیا عملش کردن اینو فایده ای نداره زینال، بدون پاسین خیز هر جوری باشه من از این خونه میرم. دست وردار پسر، گوشات خوب باز کن، من از این خونه میرم. لا اله الا اینجا آشغال دونیه، نون اینجا نون تو بوی خون میده، بوی مرگ میده، خشت به خشت این خونه پر از کثافته. لجنه، منو بذار برم، از تو، از زندگیت، از کمکت، از نگاهت، از همه چیزت بیزارم. بیزارم مرد، بیزارم، نمیفهمی؟ بذار من برم. وقتی روبرا شدی. حالا. وقتی روبرا شدی. حالا. خیلی خوب، جهنم، برو. من لامصب باش که حول ورم داشته بود اونا نکشنت. به درک که هر بلایی به سرت اومد، جون به جونت کنن کین توزی. لایق رفاقت نیستی، لایق هیچی نیستی. تو ناکس کل پوک دیوونه لجباز، لایق خاکی. پاشو گورت گم کن. آقا چایی خونه منو نجس میدونه، برش گردون. ناکس چش سفید. میخوام پیش از این که برم با صبری حرف بزنم، خدا کنه حدسم درست نباشه. بد جوری نگرانشم. تو بهتر از هر کسی باید اینو بشناسی. هروینه نیوی که ساختی، اول خودتو پاره پاره کرد.
چند وقته؟ زینال برو بیرون. چند وقته؟ یه سال. اون نامردی که تو را آلودت کرده نیست سک میکشمش. کیه اون؟ آقا جون کیا بر این دفعه بهت گرد داده؟ کی؟ یادت رسیده پسر؟ اگه شده لحظه به لحظه جون کندن تو ببینم نمیذارم پسرم یه عملی بار بیاد. اگه لازم بشه خودم میکشمت. یا کم شلو اینقدر این تو میمونی تا خوب بشه. نظر بگم سرده اونجا این پتو رو بگیر. نه ای خدا
کاری واسش بکن. کمکم کن. برو تو. نمیتونم. برو تو. آخه اون پسر منم هست. پسرت بود. حالا دیگه هیچی نیست. یه کرمه، یه جونوره. فردا میدونی چی میشه؟ میافته کنار خیابون. مثل هزار تای دیگه. رعشه میگیره، به گدایی میافته، به دزدی میافته، به هزار جور کثافت میافته. اون یا میمیره یا روبرا میشه. پس اگه میخوایی روبرا بشه، پای مردنشان وایسا. تو هم پسر، یک کلوم، ختم کلوم بهت بگم. وایستادم جنازتو بیارم بیرون. وایستادم که پرپر زدن تو ببینم. وایستادم که اگه لازم شد مثل سگ خودم بکشمت. اما این که از اونجا خلاص شی، این پنبر از گوشت درار. بسلام. داره میمیره. خب خب داره میمیره واسط معنی داره؟ تو دخالت نکن. اون پسر منه. تو دخالت نکن. چرا؟ تو مگه کی هستی مرد؟ خدا من یه زنم، من یه مادرم، من کنیز نیستم. خوب گوشاتو وا کن، من کنیز نیستم. 20 سال ساختم، پای همه چی وایسادم، پای همه چی. گله خوردی تا دم مرگ رفتی، پاش وایسادم. زندون رفتی وایسادم. آواره شدیم وایسادم. به رخت شوری افتادم وایسادم. تو چلده تابستون، تو برف زمستون، با یه پا گالش، صبح تا غروب دم زندون، فقط واسه یه ملاقات به هر کسی التماس کردم و فوش وایسادم. فوش شنیدم و وایسادم، کتک خوردم و وایسادم. 19 سال از 20 سال و تنها، تک و تنها سر کردم و وایسادم. حالا دیگه چی ازم میخوای پسرمو؟ حالا هم وایسادم، اما نه کنار تو، جلوی تو. مرد، تو مردی؟ چرا ازش میپرسی کی معتادت کرده؟ دنبال کی میگردی؟ خودت؟ تو ریشه اونو سوزوندی، ریشه پسرمون، همه پسرایی که حال روز اونو دارن. خیالت من تمام این مدت کور بودم؟ خیالت نمیفهمیدم؟ خیالت منگ بودم؟ من میدیدم مرد،
میدیدم. این دومال 20 سال است که داره دهم وا میکنه. این بغضه ی عمر زندگیه که داره بیرون میریزه. این یه مادره که داره به تو میگه، به تو زینال بندری، ارباب همه ی قاچاقچی ها، میگه اگه میخوای پسرت، جوونت و همه ی جوونای دیگه زنده باشن، برو بمیر، 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 بمیر. خاموشش کن، خاموشش کن، درو ببند و بشین. میخوام تو تاریکی با تو حرف بزنم. صبری داره میمیره،
20 سال بگم درست مثل سایه تو زندگی من پلکیده، با همه چی ساخته، با نداری ساخته، با تنهایی، حبس، با بدبختی، با دربدری. هر بلایی بگی من سر این زن آوردم. از سنگ صدا در اومد، از این زن یک کلوم نشنفتم. اون تو این زندگی فقط تحمل کردن و تسلیم شدن و بلد بود. اما امروز اون منو بکش احمد، یا بگو چی کار کنم. من واموندم احمد، بگو چی کار کنم. بلند شو. خاموشش کن. بلند شو. تاریکی هیچ چیزی را عوض نمی کنه، فقط آدم رو کور میکنه. پس بلند شو. تا اونی که اومده فقط خونه همسایه نرفته، تو خونه خودت هم لونه کرده، نشونیش صبریه. پس پاشو زینال، کمک کن. کمک کن که هم صبری رو نجات بدیم، هم صبری ها رو. همه اونا مال مان زینال، مال این مملکتن، فردای مان، فرداهای مان. کمک کن به داده همشون برسیم. کمک کن که این دفعه نه به برگ و شاخه، که به ریشه بزنیم، که اگر میزنیم مردونه فقط ریشه رو قطع کنیم. به ریشه میزنیم پسر، به ریشه. صداش بند اومده، شایدم مرده. سامونی پسر، صدامو میشنوی؟ منم پدرت. کلید. این در از تو هم باز میشه، پس پسر اگه میخوای بیایی بیرون خودت در باز کن. بیا بگیر پسر، فایده ای نداره پسر. تا آدم خودش نخواد از این بلا خلاصی نداره. پس باید تو خودت بخوای. صبری، من دارم میرم. میرم به ریشه اصلی بزنیم. اما چیزی که هست اینه که رفتنم برگشتی توش نیست. نواسه من، نواسه عمو احمدت. از فردا این خونه مرد نداره. میخوام اگه تو مردشی، مرد این خونه بشی. فقط همین. بی مرد نمیمونه پدر، خیالت راحت باشه.
کلیدو بده به مادرم، بهش بگو امشب تا صبح دندون رو جیگر بذاره، نه فریادم نه ناله هم و نه هیچی، وادارش نکنه که کلیدو بندازه و اونو وا کنه. امشب رو بگذرونم خلاصم پدر. میدونم. خدا به همراهت پدر. شنفتی که پسرم چی گفت؟ از حالا حرف اونه که تو خونه در رو داره، به حرفش باش زن. پسرمون داره یه شب مرد میشه. آره. از این مردت که جز عذاب چیزی ندیدی، دعا کن که خدا اون یکی مردتو برات نگرداره. منو نکش، من هیچ کارم، یه واسطم. برو بقیه اصل کاری ها رو بگیر. منم مثل خودتم، مثل خودت. منم یک کثافتم مثل تو. بینندگان عزیز، ما امروز در یک مراسم اصیل و باستانی و یک ورزش ملی شرکت کردیم و برای شما از یک شکار در محدوده شکارگاه‌های قرق شده رپورتاج تهیه می‌کنیم. ببخشید خانم. چیه نژادی؟ اومدم از شما اجازه بگیرم حراست‌های امنیتی رو اضافه کنیم. طوری شده؟ آقای دولو رو کشتن قربان. رست. از مرکز به عقاب، از مرکز به عقاب، وضعیت رو گزارش بده. مرکز، من عقاب هستم. در حوزه استحفاظی من هیچ خبری نیست. تمام. اینجا خبری نیست. تمام. من شاهین، اینجا خبری نیست. تمام. تمام. من سه تا بچه دارم. از من چی میخوای؟ حضرت عجلو میگی کجاست؟ میگم. تو اون ساختمون اونوریه. Thank you.
بلند شو. باید عقلتو از دست داده باشی جوان. خب حرفت چیه؟ صدات ببار. جلو نیاد، حضرت اجل شما توی دست ماست، فقط کافیه کسی از جاش تکون بخوره یا فقط یه گلوله شلیک بکنه، اون وقت میبینین که چه بلایی به سرش میاد. من سروان احمدی هستم، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر. ما فقط میخوام شرح جنایاتی که این آدم کرده برای مردم بگیم و برای این کار میخواییم که دستگاه فرستنده تلویزیون از همینجا حرف رو برای مردم پخش کنیم. ببخشید خانم، شما بهتره برین تو قربان. دو نفر حضرت عجل و گروگان گرفتن. خب اینم خالی از تفریح نیست، از چه کار جذابتره؟ صندلی منو بیارین، برام جالبه بفهمم چی میخوان. لاغو پول میخوان. پدر مادر رو داغدار کرده. برای گفتن این حرفا دورمین تلویزیون و فرستنده رادیو رو میخواییم، وگرنه مجبوریم نعش کثیفش رو تحویل بدیم. همین. پس اینا میخوان هنرپیشه تلویزیون بشن. عجیبه، این روزا هنرپیشه شدن خیلی مد شده. طفلک حضرت عجل. حالا میفرمایین چی کار کنیم؟ ما برای شکار اومدیم، کارتون رو بکنی، بزنینشون هر دوشونو. اگه حضرت عجل رو سپر کردن چی قربان؟ هر سشونه بزنی. اجازه بدید من باشون حرف بزنم، شاید بتونم راضیشون کنم تسلیم بشن. من اونا رو میشناسم. باشه امتحان کن، ضرر نداره. جناب سروان، منم میخوام باهات حرف بزنم. از در پشت بیا. اینجا کسی عکس یادگاری نمیخواد بگیره. اومدم بهت بگم که به بنبست رسیدین سروان. بهتره تو راهتو بکشی و از اینجا بری بیرون. بهتره تسلیم بشی. برو بیرون. به حرفام گوش کن سروان. تو گوش کن آقا. خبرنگار روزنامه، مجری تلویزیون، همسفر شکار، هر کسی گوش کن. ما از بنبست شروع کردیم، پس چیزی وجود نداره که ما رو بترسونه. یا اونا میذارن حرفمون از تلویزیون بزنیم، یا با گروگانمون از اینجا میریم. و اگر کسی خطایی بکنه، کوچکترین خطایی، اول این آدم کشته میشه. اون آدم 10 دقیقه پیش کشته شده، فقط با یک کلام حرف، با یه اشاره. ای به قضیه اینجاست که ماها این آدم ها رو خیلی گنده و خیلی مهم حساب میکنیم، و 10 دقیقه پیش من دیدم که اینطور نیست. مامورا دستور دارن هر سه تونو بزنن. برو بیرون. نه وایسا، اینی که گفتی اینو شوخی کردی مگه نه؟ مردک بیچاره، خیال کردی خیلی براشون با ارزشی؟ نه نه، شوخی نکردن، حکم قتل تو دادن. 50 سال خدمتشون رو کردم. جون خیلی عزیز ها؟ من پس اون جوانا چی؟ پس اونا که تا گلو غرق شدن چی؟ پس اون در به درا و پدر مادرا که به عزا نشستن چی؟ من کاری نیستم. تو؟ من هیچی نیستم، من یه نوکرم، یه دستور بگیرم. منم یه آدمم مثل تو، بی اختیار و فقط یه نوکر. اون خانم، اون رئیس ماست، اما اونم خودش خادم یکی دیگه است. موضوع از این حرفا بالاتره، ریشه جای دیگه است، جای اون ور دنیا.
آدم اصل کاری کسیه که دنیا رو، تمام دنیا رو تو دستش داره. من دولو خانوم هممون مستخدمای این حاکمیم، حاکمی اون ور دنیا، ما فقط کرمای این باغچه ای. من سلامت میبرمت یه جایی که بتونی این نطق تو واسه شنونده های زیادی بکنی، اگه لازم باشه تا اون ور دنیا. محاصره کنید. کسی را میکشه؟ نه، فکر نمی کنم. میشه بگی تو جونور واسه چی دنبال ما را افتادی؟ ها؟ شکار امروز ملغا شد. دستور اکید برای تعقیب و دستگیری سه نفر که در طرق شکارگاه متواری‌اند. در صورت مقاومت اونا رو بکشید. We'll be right back.
بانو. بیاین. خیلی درد داره؟ نه. روز تو باغ وحش رفته بودم تو بر یه شیر، یه شیر تو قفس. همون روز تو دلم گفتم یه شیر مرده بیرون قفس بهتر از صد شیر زنده تو قفسه. تو قفس بمونیم؟ نه، بیرون قفس میمیریم. بریم؟ بریم. مطره چی هستی؟ یه عکس با شکار و شکارچی بردار. پاتو بردار. چی؟ پاتو بردار.
حرف زیاد نزن، تو عکست بگیر. حالا میتونی ببینیشون. اینا لحظه به لحظه تلاش اوناست، تلاش برای اینکه کاری بکنن که به یاد همه بمونه. کاش میتونستن. تونستن. این عکس‌ها تمام اون لحظات باشکوه رو ثبت کردن برای تمام دنیا.